درود بر شما دوستان خوب و عزیز من، امیدوارم که حالتون خوب باشه. زود انزالی یک مشکل جنسی شایع هست که باعث میشه شما از لذت رابطه جنسی محروم بشین. خبر خوب اینکه تاکتیک های غیر پزشکی و غیر دارویی خیلی زیادی وجود داره که شما میتونین ازشون استفاده بکنین برای اینکه جلوی زود انزالیتون رو بگیرین. کنترل اورگاسم یکی از محبوب ترین اونهاست. من در ادامه ویدیو برای یادگیری بیشتر شما درباره کنترل اورگاسم و نحوه کمک به بهبود زندگی جنسی توضیحاتی رو میدم. این که کنترل اورگاسم مثلا چی هست، چطوری کار میکنه، چه مدل هایی داره، مزایا و معایبش چیه و گزینه های درمانی دیگری برای زود انزالیا یا وجود داره یا نه. پس لطفاً با لایک کردن ویدیو و سابسکرایب کردن کانالم تا پایان این ویدیو همراه من بمونید. یادتونم نره که اون زنگوله رو حتما بزنین تا از آموزش های جدید من مطلع بشین. کنترل اورگاسم چیه؟ برای خیلی از مردها زود انزالی یا انزال زودتر از زمانی که شما یا همسرتون دوست دارین مانعی هست برای لذت بردن از زندگی جنسی. این تجربه ممکنه که اعتماد به نفس شما رو زیر سوال ببره، ممکنه شخصیت شما رو خرد بکنه، ممکنه غرور شما رو بشکنه، ممکنه زندگیتون رو خراب بکنه، ممکنه مانع از ایجاد صمیمیت با پارتنرتون بشه. کنترل اورگاسم یک تکنیکی هست که خیلی از افراد برای مدیریت زود انزالی خودشون استفاده میکنن. بهش سرفینگ یا موج سواری هم میگن، بهش پیکینگ یا رسیدن به نقطه اوج هم میگن، بهش تیستینگ یا دست انداختن میگن، یا همون به صورت کلی کنترل اورگاسم. رسیدن به لبه بالاترین نقطه هیجان دقیقاً یک ثانیه قبل از انزال و توقف تحریک تا زمانی که حس انزال از بین بره، به این میگن کنترل اورگاسم. بعد از اون در ادامه میتونین تحریک رو ادامه بدین. شما با تمرین یاد میگیرین که زمان نزدیک شدن به نقطه انزالتون کی هست. میتونین تشخیص بدین که یک ثانیه قبل از انزال کی هست و دقیقا همون لحظه آلت رو از واژن خارج میکنید و نفس عمیق میکشین و اجازه میدین تا میل جنسیتون فروکش بکنه و آلت تناسلیتون یک مقداری بخوابه. لحظاتی بعد دوباره خودتون رو تحریک میکنین تا رابطه جنسی رو از سر بگیرین. نیاز نیست که یک ساعت این کار رو انجام بدین. در واقع مدت متوسط رابطه جنسی فقط 4-5 دقیقه است و بیشتر زنها دلشون نمیخواد بیشتر از اون رابطه داشته باشن. حالا این کنترل اورگاسم چطوری کار میکنه؟ زمان کنترل اورگاسم باید تقریبا نقطه بدون بازگشت رو بشناسین، یعنی دقیقا همون نقطه که گفتم یک ثانیه قبل از انزال. از مراحل چهارگانه پاسخ جنسی باید استفاده بکنین. برانگیختگی جنسی به حد اکثر خودش میرسه و بعد از اون اوج میل جنسی رخ میده که شما باید به اون نقطه ثابت برسین و بعد کاهشش بدین و بعد دوباره خودتون رو تحریک بکنین. یه فاز خیلی کوتاهی هست که بهش فاز پلاتو میگن، دوره نسبتاً کوتاهی هست از چرخه پاسخ جنسی. اگر تحریک جنسی در این نقطه ادامه پیدا بکنه مطمئناً انزال رخ میده. پس شما باید اون نقطه رو بشناسین، دقیقاً لحظه‌ای که میخواین انزال بشین رو بشناسین و همون لحظه تحریک رو متوقف بکنین و دست از رابطه جنسی بکشین. در طول کنترل اورگاسم خودتون رو تحریک کنید. قبل از رسیدن به نقطه انزال باید عقب بکشین و تحریک رو متوقف بکنین. سرعت تحریک رو باید کم بکنین یا اینکه نوع تحریک رو باید تغییر بدین. اگر شخصی هستین که با دخول بلافاصله تحریک میشین و به انزال میرسین، باید تا حدی که میتونین دیر این کار رو انجام بدین، یعنی تایم بیشتری رو قبل از دخول واژینال به معاشقه، به صحبت‌های عشق بازی، به رابطه جنسی دهانی، به لمس بدن همدیگه، به ماساژ جنسی بپردازین و دقیقاً لحظه‌ای که می‌خواین ارضا بشین، آلت رو درون واژن فرو بکنین، لحظه انزال رو بشناسین، بیرون بکشین، نفس عمیق، اورگاسم خودتون رو کنترل بکنین، آلت تناسلی که یک کمی شل شد دوباره این تحریک رو آغاز بکنین و دوباره عمل دخول رو انجام بدین. هر چند تعداد که دوست دارین میتونین این کار رو انجام بدین و در نهایت هر وقت خسته شدین و دلتون خواست انزال بشین، میتونید بعد از تکرار این فرایند دیگه رهاش بکنین و انزال بشین.
کنترل ارگاسم انواع مختلفی داره. چند نوع محبوب از اونها وجود داره که شما میتونید تمرین بکنید. زمانی که این تکنیک ها رو تمرین میکنید، سعی کنید صبور باشید. زمان لازمه تا به یک تکنیکی برسین که هم باهاش راحت باشین، هم بتونید انجامش بدین و هم عملکردتون رو بهبود بده. ممکنه که همیشه مؤثر نباشه، اما به طور کلی هدف این روش‌های کنترل اورگاسم افزایش طول زمان رابطه جنسی و افزایش رضایت جنسی هست. محبوب ترینش روش توقف و شروع هستش، استاپ اند استارت. شما میتونید با پارتنرتون یا به تنهایی در زمان خودارضایی تمرین بکنید. وقتی که خودتون رو تحریک میکنید و حس میکنید که قرار انزال برسید، عقب میکشید. روش بعدی روش فشار هست. معمولا برای انزال زودرس توصیه میشه. توی این روش رابطه جنسی رو مثل همیشه آغاز میکنید تا زمانی که حس میکنید تقریبا آماده انزال هستید. بعد آلت تناسلی رو بیرون میکشین. توی روش قبلی باید صبر میکردین تحریک فروکش کنه. توی این روش باید خودتون یا پارتنرتون با دوتا انگشت سر آلت تناسلی، یعنی دقیقا نقطه اتصال سر به ساقه رو فشار میدین، چند ثانیه نگه میدارین تا اون مایعی که تا اون لبه اومده فروکش بکنه، حس انزال کم بشه. میتونید این کار رو چندین بار در یک رابطه جنسی انجام بدین. گفتم یا خودتون یا پارتنرتون، فرق نداره، باید با انگشت این کار رو انجام بدین. زمانی که مایه منی فروکش کرد، دوباره خودتون رو تحریک میکنین و دوباره رابطه رو از سر میگیرین. روش بعدی بالونینگ هستش عزیزای من، شامل تمرینات کگل میشه. این روش عضلات کف لگن رو تقویت میکنه. اگر این عضلات ضعیف باشن، میتونه کیفیت اورگاسم های شما رو کم بکنه و شما با این تمرین میتونید کیفیت اورگاسم هاتون رو بهبود ببخشید. برای شناسایی این عضلات کافیه که احساس کنین که دارین ادرار میکنین و بعد میخواین با منقبض کردن ماهیچه‌هاتون جریان ادرار رو وسطای راه متوقف بکنید. همون ماهیچه ها رو سفت نگه میدارین، در 15 ثانیه صبر میکنین و بعد رها میکنین و نفس عمیق میکشین. در هنگام بالونینگ خودتون رو تحریک میکنین تا به نقطه انزال برسین. بعد تمرینات کگل رو انجام میدین و برانگیختگی کم میشه. بعد خودتون رو دوباره تحریک میکنین و فرایند رو تکرار میکنید. همه این سه تا روش تقریبا شبیه هم هستن، ولی خب لحظه انزال اون لحظه ای هستش که شما باید یکی از اون روش ها رو امتحان بکنید، یا صبر کنید تا میل جنسیتون فروکش کنه، یا فشار بدین تا مایع منی فروکش کنه، یا عمل تمرین کگل رو انجام بدین تا عضلاتتون مانع از خروج مایع منی بشن. و اما مزایای این روش ها چی هستش عزیزای من؟ اول ویدیو بهتون گفتم با انزال زودرس مبارزه میکنه. وقتی که شما کنترل اورگاسم رو تمرین میکنید، به بدن خودتون آموزش میدین که به صورت لذت بخشتری سکس طولانی داشته باشه. شما دارین بدن خودتون رو میشناسین و با بدن خودتون حرف میزنید و دارین بهش میگین که الان وقت این کار نیست، الان باید صبر کنی، و یا اینکه وقتی که میخواین به انزال برسین وقتشه که باید به بدنتون بگین الان وقتشه، دقیقاً آره همین الان. یه سری خطراتی داره این کار که بهتره که خیلی زیاد فشار ندین، بهتره که خیلی تکرار نکنید این کارو و تقریبا 3-4 بار تو هر رابطه بس.